صفحه چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ادامه تظاهرات و اعتراض مردم در مصر و کشته شدن تعدادی در آن. د کیوبا جمهور رئیس د امریکا د استخباراتو د پخوانی مامور د سیاسی پناه ورکولو کلک ملاتړ کړی. محکومیت یک وزیر به اعدام روی اتهامات فساد اداری و رشوه ستانی در چین. او په امریکا کې د افغان سپورت فدراسیون خپلې کلنۍ ورزشي مسابقې پای ته رسولي. جزئیات یې د خپرونې په پای کې ګورئ. بینندگان محترم تلویزیون آشنا سلام. امروز دوشنبه 8 ماه جولای سال 2013 می باشد. در برنامه این ساعت علاوه بر تازه ترین تحولات از مصر، واکنش رهبران امریکای لاتین را به تقاضای پناهجویی یک قراردادی متواری امریکایی و خبرهای متعدد ورزشی را برای دوستداران ورزش گنجانیده ایم. لینا روزبه هستم و برنامه را از استودیو صدای امریکا در واشنگتن با گزارشی از مصر آغاز می کنم. پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور مصر، تظاهرات در آن کشور همچنان ادامه دارد که توأم با رویدادهای خشونت‌آمیز بوده است. این در حالی است که در خشونت‌های اخیر بیش از 40 تن کشته شدند. شرح بیشتر این تحولات در مصر را از احمد فواد لامی می‌شنوید که در استودیو با ماست. با سلام به شما. با سلام به شما و بیننده های عزیز تلویزیون آشنا. خونریزی های اخیر در قاهره بحران سیاسی مصر را عمیق تر ساخته و کدورت میان اردو و طرفداران اخوان المسلمین را هم افزایش بخشیده. در تازه ترین واقعی که امروز در جلوی مقر گارد ریاست جمهوری مصر رخ داد، به نقل از تلویزیون دولتی مصر 42 نفر کشته شدند. در همین حال مقامات جنبش اخوان المسلمین گفتند که تلاش برای اعاده قدرت مرسی را تا وقت تشدید می‌بخشد که مرسی دوباره به قدرت برگردد. به این گزارش توجه کنید و بعد باز هم با شما خواهم بود. در رویداد امروز که بیش از 40 نفر در آن کشته شدند، اردو و مظاهره کنندگان یک دیگر را مقصر می خوانند. اما تا حال ثقه بودن ادعای یکی از آنان نیز معلوم نیست. جنبش اخوان المسلمین ادعا کرده که نیروهای امنیتی بر مظاهره کنندگان حمله ور شده و به کشتار آنها پرداختند. من بیرون از قاهوش و نزدیک به درب ورودی بودم که دیدم مردم به سویم می آیند. زمانی که میخواستم فرار کنم و رویم را دور دادم، بر رویم یک قوطی گاز اشکاور اصابت کرد. از رویم خون جاری بود و بعد سرباز آمد و با قنداق تفنگ بر پایم زد و گفت ما باید اینجا را از وجود شما امروز پاک کنیم. تلویزیون دولتی مصر شمار زخمی شدگان را 322 نفر گزارش داده است. از سوی دیگر نظامیان مصر میگویند که گروهی از دهشت افغانان میخواستند بر مقر گارد ریاست جمهوری یورش ببرند که به گفته آنها در این رویداد یک افسر اردو کشته و 40 تن از نظامیان دیگر زخمی شدند. اما شاهدان میگویند که مظاهره کنندگان هین ادای نماز صبح مورد حمله قرار گرفتند. ما نماز صبح ادا می کردیم که نظامیان با دو موتر زرهی، دو تانک و عساکر پیاده آمدند، دروازه ها را بستند و بعد بم انداختند و گلوله باری کردند. بیش از 34 نفر کشته و بسیاری زخمی گردیدند. از سوی دیگر شمار زیادی از مردم و احزاب سیاسی که خلاف رئیس جمهور مرسی اند، شامی دیروز با کوبیدن تبلها و سردادن شعارها در میدان تحریر قاهره حمایتشان را از سران اردو مبنی بر خلع قدرت مرسی نشان دادند. مردم مرجع تمام قدرت است. قدرت حقیقی با آنهاست. مردم دولت را حمایت می کنند. مردم اردو را حمایت می کنند، نه مخالفان را. در این حال هزاران نفر در مسجد رابعه العدوی جمع شده بودند تا حمایتشان را از محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر نشان دهند. جهاد الحداد سخنگوی اخوان المسلمین از بشان را چنین بیان داشت. ما تأمین فشار را افزایش خواهیم داد بر شورای عالی قوای مسلح و مسئولان دیکتاتوری و کودتای نظامی. فشار را تا وقتی تزیید می بخشیم که رئیس جمهور مرسی را دوباره به کرسی ریاست جمهوری که حق مسلم اوست برگردانند. در حالی که خشونت ها در مصر اوج می گیرد، حزب افرادگرای سلافی نور اعلام داشته که از مذاکرات تشکیل یک حکومت جدید
دست می کشد. البته حزب سلافی نور دومین حزب بزرگ اسلامی در مصر بوده و خروج آن از مذاکرات شاید تشکیل حکومت جدید در مصر را با مشکل مواجه بسازد. سلافی ها در کنار ای که رفتار نظامیان را با مظاهره کنندگان مورد انتقاد قرار داده، با منصوب شدن منصور عدلی و محمد البرادعی به حیث رئیس جمهور و صدر اعظم حکومت موقت مصر نیز شدیداً مخالفت نشان داده است. لینا جان ممنون و تشکر از شما. از اخبار جهان میپردازیم به خبری از افغانستان. طبق گزارش خبررسانی رویترز، ماموریت‌های طالبان در افغانستان در ولایت همسرحد با پاکستان افزایش یافته است. محمد شریف یفتلی، قمندان قول اردوی که عساکر را در 7 ولایت در جنوب شرق افغانستان رهبری میکند، به رویترز بیان داشت که عملیات طالبان در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش یافته است و در مناطق تحت کنترل وی حدود 5000 طالب حضور دارند که تعداد کثیری از آنها پاکستانی ها و چچنیایی ها هستند. یفتلی اضافه کرد که حدود 3500 مدرسه در پاکستان وجود دارد که عمم متعهد به فرستادن گروه های افراطی به افغانستانند. یفتلی تایید نمود که ماموریت امنیتی در شرق تحت نظارت 4 قمندان افغان و کمک اندک از جانب ناتو به خوبی به پیش می رود و موفق بوده است. این در حالی است که باشندگان ولایت پکتیا بیان می دارند که شبکه حقانی بر 5 ولسوالی از 14 ولسوالی آن ولایت نفوذ کردند، ولی یفتلی وضعیت را به طور کل در مناطق تحت کنترل خود و قابلیت قوای افغان را خوب ارزیابی کرده است. بعد از اعتراضات اخیر روی نتایج امتحان کانکور، وزارت تحصیلات عالی طرح تازه‌ای را تهیه کرده است که طبق آن ورود به پوهنتون‌ها بر اساس نفوذ یک ولایت و منطقه سهمیه‌بندی می‌شوند و این طرح قرار است به شورای وزیران برای غور و تصویب ارسال گردد. برای تحلیل بیشتر این تصمیم وزارت تحصیلات عالی از خانم فهیمه سعادت، عضو پارلمان افغانستان، دعوت به عمل آورده ایم تا نظریات خود را با ما در میان بگذارند. خانم سعادت، سلام بر شما و تشکر از حضورتان در برنامه. معین وزارت تحصیلات عالی در قبال پلان بیان داشت که با مشوره با رئیس جمهور افغانستان و وزارتخانه های معارف و کار امور اجتماعی این پلان طرح شده. به نظر شما یا طرحی پلان با در نظر داشت تمام وضعیت در تمام ولایت افغانستان عادلانه است یا خیر؟ تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندای عزیز تلویزیون آشنا. در قسمت سوال شما ما باید بگویم که به تاریخ های 12 و 13 سرطان سال روان یک کنفرانس به اشتراک وزرای معارف، تحصیلات عالی، وزارت کار امور اجتماعی و یک نماینده ها از مجلس عین شورای ملی، نهادهای جامعه مدنی اشتراک کردند و به خاطر غور و بررسی مشکلات و چالش هایی که فرارای وزارت تحصیلات عالی به خصوص پروسه کانکور وجود داشته و راه های حل و بیرون رفت را تا یک طرح فیصله کردن که البته این فیصله هنوز نهایی نیست و به شورای وزیران پیشکش میشه و بعد از او به پارلمان هم وکلا نظرات خود را خواد داشتن. این طرح شامل گپای مثبت و منفی است. این هم جنبه های مثبت و گپای خوبی در خود داره و هم یک سلسله فیصله های است که ما گفته میتونم که میتونه در مغایرت با قانون اساسی گفته شده و یا میتونه از جمله ما میشه که به شکل خلاصه بر شما بگیم در این طرح گپای مهم خوبشی است که ممتحنا و کسایی که امتحان را اخذ میکنن از مرکز از پایتخت کشور میرن و تعداد ممتحنا را زیاد ساختن به خاطر از اینکه جلوگیری شوه و کانکور در هر اوزه یا ولایتی که میشه به شکل درستش برگزار شوه. و گپای خوب دیگه که اگر نتیجه کانکور یک ولایت مشهود به تزویر و تقلب می باشه و سند وجود می داشته باشه که در اینجا تزویر شده، جعل شده، تقلب شده، می تونه که فقط از مو اوزه لغو اعلان شده. و متاسفانه گپای عمدترین بود ای تر که باعث اعتراض تعداد شده ایست که حال امتحان کانکور یا ورودیه به پوهنتون که در تمام کشورهای جهان معیار قبول شدن در پوهنتون تشکیل میده، اکنون به سهمیه بندی و به سمت متفاوت در حرکت است. یعنی به نظر شما اگر تعداد قبول شدگان امتحان کانکور یک ولایتی که نفوس از او کم است بیشتر از ولایت دیگه باشه، آیا باید این شرکت کننده ها نگفته شود به دلیل از اینکه نفوس ولایتشان کم است یا خیر؟
نه خیر، من مخالف این نوع طرح هستم همچنان. بله. در شرایطی که ما از شفافیت صحبت میکنیم، ما از شایسته سالاری صحبت میکنیم، ما از دموکراسی صحبت میکنیم، سهمیه بندی به اساس ولایت، قوم یا هر موضوع دیگه که باشه ما او را مردود میدانم و رد میکنم، به خاطر از اینکه امروز ما باید به نهادهای تحصیلات عالی به اساس شایستگی را پیدا کنیم. وقتی که به اساس شایستگی را پیدا نکنن و مشکلات دیگه خود را دارن و از طرف دیگر ماده 22 قانون اساسی واضحا گفته که ارنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اگر ما امتیاز هم میتیم ایرا امتیاز هم فکر میکنیم هم درست نیست، و اگر تبعیض هم باشه یک تعداد ولایت مورد تبعیض قرار میگیره این هم درست نیست. و در حقیقت ارچند که وزارت تحصیلات عالی نمایندهش بر من گفت که اینطور یک موضوع نیست و او طرح را من مطالعه کردم، بر من اطلاع دادن که اینطور یک موضوع نیست که به اساس نفوس باشه. کنکور به اساس 65% نمرات 3 ساله یک شاگرد هست. بله. و همچنان تعداد نفوس ولایت و تعداد نفوس فارغین هم میتونه یک معیار باشه. بله. که من جدا مخالف این موضوع هستم. بله. اگر اگر ما این را جدی نگیریم و سطحی نگری کنیم، بله، یک نوع میتونه که اقلیت زدایی باشه. این میتونه یک اقلیت زدایی باشه و سبب از این شبه که شایسته ها نتونه را پیدا کنه. من جدا مخالف این طرح هستم. ما ماده 43 قانون اساسی افغانستان رو مد نظر بگیریم، تحصیلات باید برای همه قابل دسترس باشه بدون در نظر داشت ولایت، منطقه و یا نژاد و لسان از اونا. به نظر شما تعدادی که از این طرح ها حمایت میکنن بر اساس چه منطقی از او حمایت میکنن؟ فکر میکنیم به طور طویل المدت اگر ما تعداد قبول شدگان در پوهنتون ها را بر اساس نفوس ولایت تصمیم بگیریم، در آینده ما با چه قشر تحصیل کرده مواجه خواهیم بود در افغانستان؟ اگر اصلا خواهی مورد، من فکر نکنم که مورد تایید وکلا و شورای وزیران هم قرار بگیره، به خاطر بله. از این که وقتی که شایستگی در نظر گرفته نشه و شفافیت در نظر گرفته نشه، آینده تحصیلات عالی رو به رکود میره و کسایی که از اونجا فارغ میشن با اندوخته های کمی فارغ خواهد شدن. و از طرف دیگه 65% که نمرات 3 ساله شاگردار را مد نظر گرفتن، بله، یه گپ خوب هست، شاگردار را تشویق میکنه که خود برسانند به نمرات 65% تا اینکه آماده کنکور شوند. اما از طرف دیگر نقصی که این طرح داره ای است که بر کسایی که پایان تر از 65% از چی گزینه هست، اونا چی کنن؟ بله. اونا به کجا برن؟ اونا تشکر. باید یک گزینه بسیار خوبی را بر از اونا هم در نظر می گرفتن. کسایی که پایین تر از 65% است باید اونا چی کنن و به کجا برن و به کدام مؤسسات را پیدا کنن؟ بله. و بالاخره سرنوشت از اونا چی میشه؟ کمبودی که طرح داره نداشتن گزینه هست. بله، ممنون شما. متاسفانه وقت ما با شما در اینجا خاتمه پیدا میکنه. بس ها را با تحولات تازه در عرصه ای طرح باز هم در برنامه های آینده تقدیم بیننده ها میکنیم. تشکر از حضورتان در برنامه. از اخبار درست. مربوط به افغانستان ممنون شما. میپردازیم به خبرهای رسیده از جهان. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا حمایت خود را از 3 کشور اعلام کرده است که آمادگی خود را برای دادن پناهجویی به ادوارد سنودن، قراردادی سابق اداره استخبارات ایالات متحده، ابراز داشتند. کاسترو که به روز یکشنبه در پارلمان آن کشور در هوانا صحبت میکرد، بیان داشت که کیوبا با ملل آمریکایی لاتین ایستاده است که آماده پذیرش سنودن هستند. کاسترو بیان داشت که تهدیدات به نافذ ساختن تدابیر اقتصادی علیه دور و دیگر کشورهایی که آمادگی خود را به پذیرش اسنودن نشان دادند، به گفته وی از این نمایندگی میکند که ما در جهان زندگی میکنیم که مقتدرین میتوانند از قوانین بین المللی تخطی کنند. 3 کشور ونزوئلا، نیکاراگوا و بولیویا هفته قبل آمادگی خود را به پذیرش این قراردادی سابق دفتر امنیت ملی ایالات متحده اعلام کردند. با چند خبر دیگر باز هم از جهان توجه کنید. پلیس در کانادا میگوید که تعداد تلفات حریقی که بر اثر انفجار تانکرهای حاوی نفتی یک قطار به وقوع پیوست به 5 تن رسیده است. این واقعه دیروز شنبه در ولایت کبک کانادا به وقوع پیوست. بجا شدن این قطار از خط آهن
باعث شد که 70 تانکر نفت آن در شهر لگ مگناتیک تومه حریق گردد. پلیس بیان داشت که 40 تن تاکنون مفقود الاثر هستند و احتمال می رود که تعداد تلفات نیز افزایش یابد. حدود 2000 تن دیگر نیز به دلیل گسترش حریق از منازلشان تخلیه شدند. دلیل بیجا شدن این قطار از خط آهن تاکنون مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. و اما از چین، یک محکمه در چین به روز دوشنبه حکم اعدام یک وزیر سابق خط آهن آن کشور را که به سوء استفاده از قدرت و رشوه ستانی در آن کشور محکوم است به 2 سال به تعویق افکند. آژانس خبررسانی سینوا گزارش می‌دهد که لیو رینجون به اعدام محکوم شده بود ولی اجرای این حکم برای 2 سال به تعویق افتاد. این در حالی است که معمولاً بعد از 2 سال این حکم به حبس ابد تغییر می‌کند. لیو که 6 ساله می‌باشد، مسئولیت انکشاف یک خط آهن عمده را بر عهده داشت که در پروسه آن به دریافت رشوه و دیگر معامله‌هایی که در آن به او پول غیرقانونی پرداخت گردید محکوم شد. این قضیه بیانگر جدیت حکومت چین در مبارزه با فساد اداری و مقابله با آن در میان اعضای ارشد حکومت آن کشور به شمار می‌رود. بینندگان محترم، از فردا سه‌شنبه برنامه‌های تلویزیون آشنای صدای آمریکا به مناسبت فرارسیدن و حلول ماه مبارک رمضان رأس ساعت 4 عصر به وقت افغانستان نشر می‌گردد. این تغییر وقت نشر برنامه تا ختم ماه رمضان نافذ و ادامه خواهد یافت. امیدوارم که زمان نشر برنامه را به یاد داشته و رأس ساعت 4 بیننده برنامه ما باقی بمانید. در حالی که تعداد کثیری از شما شنوندگان برنامه‌های صحبت با رادیو آشنای صدای آمریکا هستید، این برنامه از امروز با طرح نوین، تازه و متفاوت تقدیمتان خواهد شد که تفصیل بیشتر آن را از همکارانم حفیظ آصفی و متی‌الله عابد می‌شنویم که در استودیو با ما هستند. آقای آصفی، با سلام به شما. من مطمئن هستم که بیننده ها منتظر هستند تا ببینند که طرح تازه شما برای برنامه چیست. تشکر خانم روزبه. این طرح تازه برای اولین بار از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میشم. برنامه ایست که نامش از گفت و شنود و خبر اتره. ویژگی برنامه هی است که در جریان برنامه که هر شب ساعت 8 شب به وقت افغانستان تا ساعت 9 ادامه پیدا میکنه، به دو زبان رسمی افغانستان، پشتو و دری نشرات داره. به این معنا که یک میزبان دری زبان و یک میزبان پشتو زبان و سوالات شنونده جواب میتن و همچنان دو مهمان میداشته باشیم که با شنونده ها سوال شنونده ها رو جواب میتن و با میزبانان گفتگو میکنن. همدا سیدا څنګه چې تاسو ویلې دا یو ډېر ښه فرصت برابرۍ کې موږ اوریدونکو ته دواړه کولی شي په عین زمان کې ټلیفون وکړي او د خپل سوال جواب په خواړه کې په پښتو کې واخلي. بله، بدون از اینکه منتظر باشند در عین ساعت، یعنی ساعت 8 تا ساعت 9 میتونن مستقیما سوالات وکړي. او د اوریدونکو لپاره یو سهولت هم دی، کولی شي چې دواړه ملګرو په یو ځای باندې استفاده وکړي. موږ کولی شو چې افغانستان کې هر وزارت کې چې په ژبه باندې وزیر یا مامور یې غوښتنه موږ نظر واخلو. بله بله، و همچنان ای برنامه گفته شنود برگیرنده مسائل سیاسی و اجتماعی هست که از تمام نقاط افغانستان میمان خواهیم داشت و گزارشگرای ما هم در جریان برنامه با ما کمک خواهد کرد. ممنون و تشکر از شما. مطمئناً بیننده ها و شنونده ها امروزی برنامه را تعقیب خواهند کرد و نظریات خود را در قبال طرح تازه برنامه با ما در میان خواهند گذاشت. می‌پردازیم به بخش ورزش برنامه امروز. بازی‌های جام فدراسیون ورزشی افغان مقیم ورجینیا بعد از 3 روز مسابقات پیهم دیروز در حال پایان رسید که صدها تن از افغان‌ها برای مشاهده و تشویق تیم‌های ورزشی به محل آمده بودند. در بازی نهایی فوتبال امسال، تیم فوتبال افغانان کالیفرنیا توانست تیم فوتبال برشنا را که قهرمان سال قبل این مسابقات بود شکست دهد و جام سال 2013 فدراسیون ورزشی افغان‌ها را از آن خود سازد. این 16مین سال متواتر است که فدراسیون ورزشی افغان‌های مقیم آمریکا با استفاده از رخصتی 4 جولای یا روز آزادی آمریکا در رشته‌های مختلف ورزشی این مسابقات را در میان تیم‌های افغان به راه می‌اندازد. آقای عتیق پنشیری، معاون افغان اسپورت فدریشن، در این باره به خبرنگار صدای آمریکا چنین گفت: پروگرام ورزشی فدراسیون ورزشی افغان بود. تعداد 8 تیم از تیم‌های فوتبال از ایالات متحده آمریکا اشتراک کرده بودند، به شمول کانادا، و 10 تیم از تیم‌های بسکتبال بودند.
و همچنان ما چهار تیم از پلیرهایی که سنشان از 35 بالا بود اشتراک کرده بودند. جالبترین بازی این جام مسابقه نهایی یا فینال فوتبال بود که تعداد کثیری از تماشاچیان آن را تماشا می‌کردند و در پایین این بازی‌ها به برندگان مسابقات جام‌های پیروزی اهدا شد و این مراسم سالانه بسیار مجلل با کنسرت هنرمندان افغان به پایان رسید. تحلیل بیشتر مسابقات امسال فدراسیون ورزشی افغان‌ها را از میمان این ساعت برنامه می‌شنویم. محترم آقای اجمل غنی احمدزئی رئیس این فدراسیون را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزئی سلام، با شما خسته نباشید. مسابقات دیروز خاتمه پیدا کرد، کمی در مورد تدابیر و برنامه های مسابقات امسال معلومات بده. خب سلام به شما، تشکر از اینکه وقت دادین که راجع به ورزش با بینندگان شما گپ بزنیم. طبقش که ما گفتین و راپوری که داده بودن، بله، امسال سال 16 بود که همچه پرامای توسط فدراسیون ورزشی دایر شد، ولی ما تاکید به این میکنیم که هم پرامای ورزشی است و هم کلتوری. تاکید ما به ایست و بالخصوص امی تیم یا هدف ای پروگرام متحد ساختن، جمع کردن افغان هایی که در سب تا سر امریکا مقیم هستند، البته با یک هدف دیگه هم ای فدراسیون داره. فدراسیون ایست که امی ورزشکارهای افغانی که در سر تا سر دنیا هستند، یا در امریکا یا در اروپا، در هر جای که هستند، بتونن زمیمه تیم های ملی افغانستان هم شوند. بله، شما به موضوع خوبی تذکر دادین. یکی از دستاوردهای فدراسیون هم ایست که شما بازیکنای خوب در سرتاسر ایالات متحده تا اروپا شناسایی میکنین و کم کم اینا به تیم های ورزشی در داخل افغانستان میپیوندن. در این پروسه شما چقدر موفق بودین؟ و تشکر که از این سوال کردین. سال گذشته مربی تیم ملی افغانستان آقای کارگری تشریف آوردن، بله، و یک تعداد زیاد از بازیکنها از اروپا، از کانادا، از سرتاسر آمریکا و حتی از افغانستان هم آمده بودند. یعنی خود از این باعث شد که توانستن بازیکنها را انتخاب کنن، زمینه تیم ملی بسازن و به می اساس خود امی درجه بندی که توسط فدراسیون بین المللی فیفا از فوتبال است، باعث ازی شد که امی درجه افغانستان در سطح دنیا 40 درجه بالا بیاید. بله، بسیار عالی. کم بیشتر در مورد پلان‌های آینده خود، سال 2014 در راست، مطمئناً همه چیز در افغانستان متاثر خواهد شد از پلان‌های سیاسی در رامن جمله ورزش. پلان‌های فدراسیون چه تغییراتی را به خود خواهد دید؟ تشکر. ما 3 سال است که سر یک پروگرام کار می‌کنیم که اگر امکان ازی باشه یک تعداد از تیم‌هایی که ورزشکارایان از افغان‌های خارج از کشور باشند، در داخل افغانستان بتانیم یک تورنمنت دایر کنیم، البته با همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان، با فدراسیون ورزشی، ببخشید، با فدراسیون فوتبال افغانستان و دیگر نهادهای ورزشی که در داخل افغانستان هستند، با آنها همکاری کرده. همین یک پروگرام سرتاسری را که خود از این باعث از این میشه که کسایی که در خارج از کشور، در داخل کشور از افغانستان هستند، با هم متحد شوند و استعدادها نمایان شده بودند. تا چه حد به نظر شما مشکلاتی که در عرصه ورزش در افغانستان وجود داره، نبودن امکانات، کم بودن معاش و نبودن هیچ گونه معاش برای تعداد از ورزشکارا، باعث شده که پیشرفت‌های افغانستان در این ساحه مختل شود؟ خب ما به طرف دیگه سعی میکنم. من فکر میکنم ورزشکارای افغان با تمام مشکلاتی که در داخل افغانستان، مشکلات اقتصادی یا که دارن، نظر به نفوذی که افغانستان داره، بسیار زیاد موفق بودن. بله. و در این ساعت زیاد کارم میشه. من فکر میکنم جامعه بین المللی در قسمت کار کرده و آرزوی ازیر دارم که حکومت افغانستان هم در این قسمت بودجه خوبی را برای تشویق ورزش تعیین کنند. بله، ممنون و تشکر از شما آقای احمدزئی از معلوماتی که در قبال برنامه امسال بر ما ارائه دادین. ما خوان موفقیت پلان‌های فدراسیون شما هستیم در عرصه ارتقای ظرفیت و ورزش. تشکر از شما. تشکر از شما. در بخش سوال امروز در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا که در مورد اهمیت رسیدگی به ورزشکاران در افغانستان بود، نیز نظرات تعدادی از اعضای سفرا داشتیم. آقای عبدالظاهر استرابی از هرات می‌نویسد: وقتی یک ورزشکار افغان با حقوق ناچیز باعث کسب افتخار برای کشورش می‌گردد، با افزایش امتیازات می‌تواند آن را بیشتر سازد. آقای فدا پکتیانی از پکتیا نوشتند که اگر بر ورزشکاران افغان معاش کافی داده شود تا مشکلات مالیشان رفع شود، در زمان کم دستاوردهای زیادی را به همراه خواهند داشت. با صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا با آدرس اینترنتی facebook.com/voatvashna مراجعه کرده عضو این صفحه شده و نظریات خود را با ما در مورد سوال روز در میان بگذارید تا در برنامه با ذکر نامتان نشر گردد و همچنین شرکت در بحث مجازی را که یک ساعت بعد از ختم برنامه در این صفحه ادامه خواهد داشت و میزبان آن خواهم بود، نیز فراموش نکنید.
و باز هم از ورزش در مسابقات جهانی تنس مردان یا ویمبلدن، اندی موری اولین ورزشکار مرد در ورزش تنس از بریتانیا است که در طول 77 سال گذشته توانسته است مقام قهرمانی را در این رقابت به دست آورد. این پیروزی وی در سراسر بریتانیا تجلیل شد، در حالی که باشندگان آن کشور با اشتیاق خاص رقابت وی را در دو مسابقه اخیر تعقیب می کردند. آخرین باری که یک ورزشکار برتانوی برنده این مسابقه شد در سال 1936 بود که در آن فرد پری توانست جام قهرمانی تنس را به بریتانیا بیاورد. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. و از اخبار دیگر جهان اکنون میپردازیم به فشرده ای از اخبار جالب و دیدنی که همکارم خدیجه الکوزی تقدیم میکنند. پیرو، جشنواره به نام خورشید در پیرو برگزار شد که توجه سیاحین زیاد را در منطقه جلب نموده بود. در این جشنواره مردم محلی با نمایش لباس‌ها و پارچه‌های بافته شده از پشم گوسفند بیشتر توجه بازدیدکنندگان را در محل جلب نموده بودند. آنها این اشیا را از پشم گوسفندی که الپاکا یاد می‌شود تهیه می‌کنند که این نوع گوسفند در معرض خطر انقراض قرار داشته و در حال حاضر در جهان حدود 3 میلیون رسه آن وجود دارد. مصر، فاتن یک هنرپیشه در نمایشات سرکس مصر است که با نمایشات هنری خود توانسته توجه تعداد زیاد را جلب سازد. گرچه این هنرمند شوهر خود را در برابر خشمگین شدن یک شیر در سال 2003 از دست داد، با آن هم با علاقه فراوان در نمایشات سرکس هنرنمایی می نماید. در این برنامه نمایشات اکروبات نیز شامل بود که یکی از گرانترین نمایشات به شمار می رود. آمریکا، یک رقابت سر خوردن ساسج در نیویورک دایر گردید که جویی برای هفتمین بار توانست پیروز گردد. جویی 69 ساسج را در مدت 10 دقیقه توانست بخورد و قهرمانی را از آن خود نماید. در این رقابت مات با خوردن 51 ساسج در 10 دقیقه مقام دوم را نصیب شد. ریکورد جهانی در مسابقه قبل 68 ساسج در 10 دقیقه درج شده بود. استرالیا، مسابقات گاوسواری در مناطق روستایی استرالیا هزاران طرفدار دارد و بین افراد حرفه‌ای برگزار می‌گردد. در این رقابت هزاران علاقمند شرکت ورزیده بودند و از تماشای آن لذت می‌بردند. با اینکه این ورزش از سوی گروه‌های مدافع حقوق حیوانات ممنوع قرار گرفته، اما هر سال در کشورهای مختلف به طور عرفانی دایر می‌گردد. چهره‌های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا، اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید. بینندگان محترم، تبریک شنیدید. از فردا سه‌شنبه برنامه‌های تلویزیون آشنای صدای آمریکا با مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان رأس ساعت 4 عصر با وقت افغانستان نشر می‌شود. امیدوارم این تغییر وقت نشر برنامه را به یاد داشته باشید که تا ختم ماه رمضان ادامه خواهد یافت و همچنین امیدوارم که رأس ساعت 4 عصر با وقت افغانستان از فردا سه‌شنبه بیننده برنامه ما باقی بمانید. در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار داریم، ولی باز هم یادآور می شوم که امیدوارم شنونده برنامه صحبت با رادیو آشنای صدای آمریکا امروز باقی بمانید و به آن گوش داده و با گردانندگان این برنامه در تماس شوید. انتظار می رود که طرح تازه برنامه که متشکل از دو زبان دری و پشتو خواهد بود در این برنامه امروز
آغاز می‌گردد و شما می‌توانید با هر دو زبان و تماس تلفنی با گردانندگان این برنامه همکارانم آقای عابد و آقای آصفی سوالات خود را در مورد موضوع برنامه با آنان در میان بگذارید. رجوع به صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا را فراموش نکنید. عضویت در این صفحه و شرکت در بحث‌های مجازی را که بعد از ختم برنامه تلویزیونی ما هر روز برای یک ساعت در این صفحه ادامه می‌یابد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.